بفرمایید آقای شادانلو، با شما هستیم. ممنون از شما. سلام به شما و بیننده تلویزیون مردم تیوی، در خدمتتون هستم. بله، بفرمایید که امروز در چه مواردی میخواین صحبت کنید و من اون نامه ایرم که شما دیروز فرستاده بودید دارم، اگه خواستید نشون میدم یا اگه خواستید خودتون بخونید و بگید که به اصطلاح مسئله اون نامه چیه. و شما از یه تروری هم صحبت کردین، ماجرای اون ترور هم اگه خواستید بیان کنید. در صورت منم مثل بینندگان مشتاقم که نظر شما رو بشنوم و ببینیم که چه میگذره در اروپا و کشورهایی که نزدیکتر هستند به ایران. بفرمایید. بله، ممنون از شما. ما امروز چون 22 بهمن و دو روز دیگه به 22 بهمن سالگرد انقلاب مونده، بیشتر دوست داشتم راجع به انقلاب و چگونگی انقلاب و چرا اون انقلاب به اینجا رسید صحبت کنم، ولی به خاطر همین مسائلی که پیش آمده یک کوتاهی راجع به این مسئله و این شخص صحبت کنم. من واقعا دوست ندارم که هر بار راجع به کسی مطلبی می نویسه یا حالا توهینی می کنه یا جایی صحبت می کنه، من بیام عکس العمل بشم یا در موردش صحبت کنم. ولی این فرد به خصوص الان چون فکر می کنم که در اون قبرس تک تنها افتاده و دیگه کسی کاری باش نداره، هر چند وقت یه بار یک عکس العملی نشون میده، یک کاری انجام میده که خودشون مطرح بکنه. البته نامه برای من ننوشتن، نامه به اسم آقای بنی‌صدر نوشتن که خود ایشون اگر صلاح بدونن پاسخ میدن یا نمیدن، من اصلا اطلاعی ندارم. ولی در مورد دو تا مطلب نوشتن که خب راجبه اون من توضیح میدم، همون که گفتیم کنفرانس ترکیه، چون من فکر میکنم مردم حق دارن حقیقت رو بدونن اونطوری که اتفاق افتاده و متاسفانه تو این اپوزیسیون ها یا این دوره‌ای که 40 سال یک حکومت پر از دروغ و نیرنگ بر سر کار هست، این مثل این که به دوستان و هموطنان سرایت کرده و اونها هم همگام با رژیم دروغ میگن و مطالبی غیر واقع، مثل سازمان مجاهدین. اینها 10 سال هر تهمتی تونستن به من زدن و چون نتیجه نگرفتن یک کتابی چاپ کردم جعلی به نام آقای ایفونه، که حالا راجع به این بعدن دیگه جلسه مفصل من اینو کاملا باید برای بینندگان و مردم توضیح بدن که متوجه بشن که اصلا آقای ایفونه کی بوده و چرا کتاب نوشته شده. البته قبلا گفتم ولی فکر میکنم اینو چند بار تکرار کنیم، به واسطه اینکه 10 سال مجاهدین رو این کار کردن و متاسفانه تلویزیون آمریکا هم یک بار اینو نشون داد. آقای فرهودی راجع به این بعدا صحبت میکنم، ولی وقتی که چیزی پیدا نکردن واقعا، چون من خب این 40 سالی که دارم مبارزه میکنم همه چیز مشخص، من نه چیز پنهانی دارم و نه کاری کردم که کسی چیزی بتونه از من به قول دوستان آتویی بگیره و نشون دادم که آدم صادق و سالمی هستم و فقط و فقط فکرم نجات ایرانه. اگر بتونم یک سربازی هستم برای نجات وطنم، اگر بتونم در هر زمینه‌ای خدمت کنم. و خب مجاهدین بعد از این کتاب چاپ کردن نتیجه نرسن، یک نامه از پنتاگون جعل کردن که پنتاگون نوشته که و گفته اعلام کرده که من مأمور وزارت اطلاعات هستم، که حالا پنتاگون کجا من کجا که بخوان نامه اونها بدن، که البته اونها هم تحقیق کردیم و یک اصلا این افسران پنتاگون که حقوق بگیر مجاهدین بودن یه مطلبی رو یک جایی نوشته بودن و جمع کردن و خب اینها میدن به نتیجه نرسن ول کردن. حالا این آقا آمده بعد از این که بعد از اون رسوایی که به بار آورد و گرفتن به جرم جاسوسی اخراجش کردن به لبنان و از اونجا به این آقا منظورتون پیمان عارف هست؟ بله بله بله، ایشونو دوستان ویدیوش موجود هست برید نگاه کنید که وقتی که پلیس ترکیه میاد و
و در منظر ایشون به اصطلاح در میزنه، حالا یا خانمش فیلم برداری میکنه یا هر چیزی، میگه که تماس بگیریم با سفارت. من نمیدونم کسی که میگه من پناهنده هستم، کسی که میگه من فراری هستم از ایران، چجوری وقتی یه مشکلی براش پیش میاد با سفارت ایران میخواد تماس بگیره. بفهم. بله متاسفانه بله، هم خانومشون میگم هم خودشون میگم، و اونجایی هم که ایشون با تلفن صحبت میکرده با شخصی از سفارت صحبت میکرده که بهشون دلداری میداده که مسئله نیست، و خب خیلی شلوغ کردن اون شب که مثلا مردم فکر کنند که پلیس ترکیه بیدلیل ریخته و ایشون میخواد به خاطر توهین به اردوان بدگیر بشه. واقعیت نداشت مسئله، و بعدش هم مشخص شد در جایی که گرفتن و زندان بردنش، مأمور جمهوری اسلامی رفته اونجا و به ایشون گفته شما لبنان انتخاب کن چون ما اونجا دستمون بازه و میتونیم کمکت بکنیم، که خب رفت اونجا و از جا بردنش قبرس و الان هم در اونجا ایشون سکونت داره. اتفاقا اجازه بدین اینم به دوستان بگم، دوستان کمی فکر کنید اگر برای من اشکالی اینجا بیاد، من اگر نخوام برم به ایران برم لبنان مثل چی میمونه؟ مثل این که رفتم ایران شماره دو. در هر صورت هزاران که چه ارز کنم کشورهای دیگه‌ای بودن که میتونسته ایشون بره، ولی گویا اونجا رو انتخاب کردن و حالا همجوری که آقای شادانلو میگه ایشون در قبرس هستن. بله بفرم. بله یه عکس هم البته بود، ندام بیرون ایشون نشستن اونجا دارن صحبت میکنن، نمیدونم الان از پیشتون یا خیر، حالا فکر میسنم میخوام بفرستم براتون. ایشون در ترکیه با این هیئت ایرانی، شما میدونید تمام کارهای اقتصادی رژیم دست سپاه پاسدارانه و اون هیئت برای کار بازرگانی در ترکیه بودن و با هیئت ترک نشسته بودن و مذاکره میکردن. حالا به من یه عده گفتن عکس در سفارت بوده یا قسمت بازرگانی سفارت، اونو دقیقا نمیدونم، ولی خب ایشون سر اون میز نشسته و داره مذاکره میکنه. یکی که پناهنده است و از ایران فرار میکنه در هیئت ایرانی در ترکیه چیکار میکنه؟ اونو باید خودشون پاسخ بدن. متاسفانه مثل سوالهای قبلی که من 12 سوال از ایشون کردم، من تهمتی به ایشون نزدم، سوال از ایشون کردم 12 تا، ولی یک سال الان فکر کنم میگذره و نه تنها پاسخ ندادن، فقط توهین کردن و این طرف به من تهمت دادن. در مورد کنفرانس من یه مطلب دیگه هم هست که حالا که ایشون اینو گفتن من باید اونم مطرح بکنم که باز بیشتر شاید مردم ایشونو بشناسن و بدونن یا شاید متوجه بشن که چرا من میگم ایشون با رژیم کار میکنه و با اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه ساز. من وقتی ترکیه رفتم ایشون بسیار از هم از قبلش تماس گرفتن که نرین شما اونجا و نخواستن این کنفرانس رو به هم بزنن، هر کاری هم لازم بود کردن و خب اعلام کردن که این کنفرانس رو میت گذاشته سازمان اطلاعات ترکیه و خب اولین این نشست و ایشون بوده اونجا با همین گروهی که این برنامه رو گذاشتن. چطور اون زمان مربوط به سازمان اطلاعات ترکیه و میت نبوده و ایشون که آمده بیرون مربوط به اون شده؟ پس اگر اینطوری بوده اون اولیش هم بوده که ایشون در اون کنفرانس اول بوده. حالا بعد چه اختلافی پیش آمد و چرا ایشون آمد؟ خب چون یه چیزایی میگه که اصلا واقعیت نداره، ولی متاسفانه من نمیدونم دلیلش بیرون آمدنش از گروهی که اون برنامه رو کنفرانس اول برگزار کردن چی بوده. و خب اعلام کرد میخواستم اون برنامه رو به هم بزنن که یعنی مثلا بگن چون من در اون برنامه نیستم دیگه کسی نمیاد و برنامه شما به هم میخوره. خب برنامه برگزار شد، با من تماس گرفتن و با خیلی از کسانی که در قرار بود در اون کنفرانس شرکت کنن که نرید شما، این مربوط به اطلاعات ترکیه است و پولش اونها میدن و اونا دارن برگزار میکنن. من البته با هزینه خودم رفتم و ایشون البته جاهای زیادی گفته که ایشون پول ایشون دادن و ایشون پولم دادن. من همینجا اعلام میکنم که با پول و هزینه خودم رفتم و از کسی نه پولی گرفتم نه میگیرم نه در این سالها گرفتم. و مسئله دوم، من به اسم خودم یک فعال سیاسی جهانگیر شادانلو شرکت کردم. آقای شادانلو از شما عرض میخوام، چون یکی از دوستان شکایت کرده کمی هم از شما دلخوره که عدش نکردین، ما دو تا صفحه از شما داریم. شما میخواین صفحه فیسبوک جهان شادانلو رو من نشون بدم یا جهانگیر شادانلو؟ جهانگیر شادانلو من متاسفانه اون از دسترس من خارج شده، همون جهان شادانلو هم. بله بله خیلی ممنون. ضمناً این دوستمون آقای سید یوسفی یکم ناراحت بود، گفت که چون ایشون پاسخ نداده
من میرم، بعد نوشتن که نه وای میسم برنامه رو نگاه میکنم. دوستان اینقدر نازنازی نباشید و کمی تحمل داشته باشید. توی اون نامه‌ای که نوشته بودن ایشون برای آقای بنی صدر، احتمالاً آقای بنی صدر اینقدر نامه به دست میرسه که پاسخ نمیده، اسم شما رو دقیقاً نگفته بودن، ولی گفته بودن یه فردی هست. وقتی میخونیم متوجه میشیم که درباره شما صحبت میکنن، درسته؟ بله. اول من از این آقای دوست عزیز هموطن یوسفی که گله کردن عذرخواهی میکنم. من ندیدم، گرفتار بودم این روزها و به محض اینکه برنامه تموم بشه حتما ایشونم جز دوستان عد خواهم کرد. این پوزش منو بپذیرید. بله، ایشون منظورشون بودم اسم نگفتن به هر دلیلی که خودشون میدونن. من خیلی وارد اون نمیشم و خودشون خب میدونن. دروغای بسیار دروغای زیادی اونجا تو اون نامه نوشتم که همین یکیش همین بوده. من عرض کردم به اسم خودم میرم. من صحبتام، کارهایم، رفتارم، کردارم به خودم مربوط هست و نه با اسم کسی جایی میرم و نه ایشون جایی نماینده و سخنگویی دارن و هر کاری کردم یا الان انجام میدم یا در آینده به اسم شخص خودم جهانگیر شادانوی فعال سیاسی. این مربوط به این. در مورد کنفرانس که ایشون میخواستن به هم بزنن هر تلاشی کردن نشد. من به ایشون گفتم شما بیاین اونجا، من این مسئول این برنامه که آقای شمس هست اونم صدا میکنم، بشینید با هم اینجا حل کنین مسئلتون رو. شما یه چیزی بگید، ایشون بگه، یا این طرف نه، اصلا کار قشنگی نیست. بهترین کار اینه که هر دو نفری که مشکل دارن بشینن با هم صحبت کنن و حل کنن. یه نفر دو نفر اونجا بشینن و نتیجه گیری کنن و تموم بشه. چون این رفتار و این کارها جز ضرر زدن به اپوزیسیون و کسانی که واقعا فعالیت دارن میکنن هیچ چیز دیگه نیست و خواست جمهوری اسلامی است فقط و اطلاعات و چیزهای سلیطه اطلاعاتی رژیم که همینطور که میبینید 40 ساله ما داریم به جون هم میفتیم و از هم دیگه میگیم. خب ایشون تا آخر لحظه قبول کردن ولی بعد نیامدن در ترکیه بشینیم در استانبول صحبت بکنیم. وقتی نیامدن خب من گفتم 100% یک مسئله است که نمیان، چون همین الان من مجاهدینی که 10 ساله به من توفن میزنن همین الان به من بگن اون یک کشور دیگه هم بلند شد بیا بشینیم مصاحبه کنیم، با سر بلند میشم میرم که تکلیف مشخص بشه. ولی خب ایشون نیومدن. بعد یه نفر رو فرستادن اونجا، یه سری عکس گرفت، یک سری کارهای غیر اخلاقی کردن و مرتب با تلفن در تماس بودن برای اینکه یک جور این برنامه رو به هم بزنن. آخر برنامه دو دختر خانم جوان ایرانی آمدن پیش من. حالا خیلی آمدن سوال میکردن راجع به پناهندگی رو اینکه چیکار کنیم و منم اگر میشد راهنمایی میکردم، اگرم لازم بود کاغذی مدرکی ازشون میگرفتم که بیارم بدم خدمت آقای بنی صدر و نامه برای پناهندگی بدن برای اونها. و این دو خانم حدوداً فکر کنم 24-5 ساله بودن، اول 3 نفر بودن ولی دو تاشون خیلی اصرار داشتن که عکس بگیرن با من و صحبت بکنن. اونجا نشستیم صحبت کردیم، بقیه هم بودن ولی بعد گفتن که ما تلفن شما رو میتونیم داشته باشیم. گفتم بله، اشکالی نداره، من تلفنم هست روی فیسبوک یا واتساپ، همه هستم، کجا چیز مخفی ندارم. بعد گفتن که بعد از برنامه میتونیم بگیم. گفتم جایی من نمیام. بله میتونیم توی لابی هتل، اون ورودی هتل، اونجا جای نشسته هست، یک کافه رستوران هست، میتونیم اونجا صحبت کنیم. یکیشون اون روز آمد، یکیشون هم روز بعد. خب صحبت کردیم بیشتر راجع به همه مسائل پناهندگی و اتفاقاتی که توی ایران میفته و چیکار میتونه کرد اینها. این گذشت و من آمدم پاریس و این دوتا خانم دوستان ادامه دادن ارتباطشون رو با من از طریق تلگرام و واتساپ و یک چند روزی که گذاشتم خیلی اینا دارن خودمونی میشن و خیلی برام تعجب بود که جای دختر من هست من اینطور صحبت میکنه. من هرچی اینا میگفتن با کلمه دخترم بله مرسی باشه. و بعد پرسیدن که آیا شما به ترکیه هم میایین؟ باز گفتم بله من میام، زیاد ترکیه میام. اصرار که شما آمدید بیاد خونه من، تشکر کردم و گفتم ایشالله. اصرار این دوست زیاد هست، عکسشون رو دادم به
دو نفر در ترکیه که ببینه اینا رو میتونستین، و فوری به من پاسخ دادن اینها دوستان آقای پیمان عارف و دوست خانوادگی اینها ایشون هست. ایشون آقای عارف از اون موقع تصمیم داشتن یه بلایی سر من بیارن، این همینی که این بار یک خانومی از ایران فرستادن برای ترور من. حالا یا ایشون همون برنامه ترور بوده، یا اینکه من یه جایی مثلا به قول خودشون، یا این خانم مثلا به من اصرار کنه منم برم منزل ایشون فیلمی بگم و از این کارا. و این کارا میدونم که فقط کار اطلاعات و سرویس‌های امنیتیه، و این آقای عارف این کارا انجام داد چند سال پیش، و بعد از اون حالا بسیار تهمت‌های زیادی و خوشبختانه حالا اون دو نفر من اسمشون یا عکسشون هم دارم ولی اعلام نمی‌کنم، ولی اگر لازم بود و کسانی بودن که مایل بودن من اینو میتونم نشون بدم و ببینن که این واقعیت داشته و ایشون این کار رو اون زمان میخواستن بکنن، که بعد از اون شروع کردن دیگه به این کارها تا امروز که این نامه رو دادن و نامم میشه گفت 80% دروغ هستش، و متاسفانه گفتن این برای این هست که این جب حالا یا اطراف دوستانی که دارن در راه استقلال آزادی کار میکننشون به هم بزنه و همون خواست رژیم، و من ادامه نمیدم و دیگه راجع به چون صحبت نمیکنم، ولی اینو حق خودم میدونم که کسانی که دارن خیانت میکنن به اسم حالا چه اصلاح طلب، چه به اسم اپوزیسیون، چه مخالف رژیم و با رژیم دارن کار میکنن، من هر زمانی که مدارکی اطلاعاتی از اینها بگیرم افشا میکنم و خواهم گفت. با اینکه یک سری از دوستان من به من میگن آقا وارد این مسائل نشو، من پرت و ربط خودم رو دارم و خودم فکر میکنم چی تصمیم بگیرم، و ما نمیذاریم دوباره انقلاب 57 تکرار بشه و کسانی بیان با نام حالا اپوزیسیون یا مفسر بی بی سی یا عناوین دیگر مردم و جوانهای ما رو گول بزنن و بخوان وضعیت انقلاب 57 رو پیش بیارن که فرشته‌ای قرار بود بیاد و اون دیو شده، الان هم میبینیم وضع مملکت به کجا رسیده. این مربوط به این دوست رو خب دیدیم، اون یکی هم آقای مصداقی هم که فقط چندین جلسه توهین کرده به من، صحبت کرده به همه، و دیگه لازم نمیبینم که راجع به این چیزها صحبت کنم، و همونطور که گفتم اگر مسئله واقعا خاصی بود راجع به اینها صحبت. شما در باره 22 بهمن که پس فردا هست اون روز صحبت هایی کردین، خیلی ها مخالف اون پیشنهاد شما هستن، ولی برای اینکه همون استقلالتون رو نشون بدید شما گفتید این یه نظر منه و دعوت منه، هر کسی میتونه نظر خودش بگه و دعوت خودش. درباره اونایی که مخالف نظر شما هستن شما چی دارید که بگید یا میخواین پاسخی بدید؟ بله عرض کردم، من گفتم بازم که در جایگاهی نیستم که به مردم بگم چیکار بکنید چیکار نکنید. ما اگر واقعا میخواییم کمک به مردم بکنیم باید حامل پیام های اونها در اینجا باشیم و به دنیا، به گوش مطبوعات و مردم دنیا برسونیم که مردم ما چی میخوان، خواهان چی هست، و اونها و عکس العمل اونها و کارهایی که در ایران انجام میدن ما باید اونها رو منعکس کنیم و به گوش دنیا برسونیم. دیدیم که در ماه گذشته ما این از انقلاب به این ور مرتب بود و اینها مردم استقلال و آزادی میخوان و جمهوری، حالا شعارهای دیگه هم بوده، شعارهای رضا شاه یا شاه بعدگرد اونم بوده، ولی خب به مرور مشخص میشه واقعا که خط مردم چی است و چی میخوان. یه مدتی باید بگذره، سانسورها برداشته بشه، واقعیت ها مشخص بشه و اون وقت میبینیم که مردم واقعا چی میخوان. من به نظر من بله 22 بهمن روزی است که مردم میتونن بیرون بیان. حالا دو راه داره، یا همون روز بیان بیرون و صبح بیان ولی در مسیرهای دیگه، یا عصری طرف غروب نیروهای رژیم خسته شدن و میتونن تظاهرات بکنن و شعارهاشون بدن. هیچ امکان هم نداره وقتی مردم شعار میدن، شعارها مشخصه، نمیتونن اینا رو به حساب رژیم بذارن. رژیم اگه بخواد از این حقوق بازی ها بکنه خیلی بیشتر از اینا بلد هست و میتونه بکنه، و همینطور که الان شما دیدین چند روز پیش آقای خامنه ای آمده صحبت کرده، انگار نه انگار که اتفاقی در ایران افتاده، اشاره ای نکرده. این همون مردم رو جریتر میکنه نسبت به رژیم. همین کاری که درست شاه کرد و
انقلاب رو شنید، صدای انقلاب رو شنید، آمد گفت صدای انقلاب شما رو شنیدم. فرداش حکومت نظامی اعلام کرد و تیمسار اظهاری رو گذاشت به عنوان نخست وزیر و بدتر شد، جوری شد که دیگه آخر سر با شتاب آقای بختیار رو به دستور وزیر انگلیسی که رفته بود اونجا صحبت کرده بود با شاه به نخست وزیر رسوند و خودش هم از ایران گذاشت رفت. میگن بختیار رو به خاطر اینکه فامیل فرح بوده گذاشتن. درباره این شما چیزی شنیدید یا نظری دارید؟ نه خیر اینطور نیست. اونطوری که ما اطلاع داریم و نوشتم شده در روزنامه انقلاب اسلامی آقای بنصر، یکی از وزرای انگلیس به ایران رفته بوده اون زمان و با شاه صحبت کرده و خودش هم گفته که ما رفتیم و بختیار رو به نخست وزیر رسوندیم و برگشتیم. این هست. حالا من میتونم رو پیدا کنم برات بفرستم اسم. بسیار ممنونم دوستان. وقتی که من درباره فوریه یعنی درباره 17 فوریه و این جلسه در کلن آلمان صحبت کردم و عکس رو نشون دادم، بعد نوشته بودن روی فیسبوک که به نظر شما این سمینارها و کنفرانس ها نتیجه داره؟ من گفتم معمولا بعد از برگزاری باید نگاه کنیم ببینیم نتیجه داشته یا نه. من تا امروز ندیدم به اصطلاح سمیناری، کمیسیونی. خب آقای نوری علا هم این ور اون ور برنامه میذاره، سالیانه دوستانشون رو جمع میکنه، میان شعر میخونن، کمیته تشکیل میدن، میرن دوباره تا سال دیگه، هیچ اتفاقی نمیفته. نظر شما در رابطه با این گونه کنفرانس ها، مخصوصا دوستانی که بیشتر میگن ما که نمیخوایم کاره ای باشیم، ما دنبال شغل و مقامی نیستیم، نظرتون در این مورد چیه؟ ضمناً شما هم میرید شرکت میکنید اونجا؟ بله من میرم اونجا هستم. و والا ما تو اونجایی که دیدیم این مدت همه بیشتر اینهایی که تو خصوصی هستن و میگن ما کاره نیستیم و ما شغلی نمیخواییم، نتونستن دور هم جمع بشن و تمامشون فکر ریاست دارن. اگر اینطور نبود و میگفتن بله ما شرکت میکنیم، هیچ چیزی هم نمیخواییم و میخواییم خدمت به ایران بکنیم، من خیلی کمتر دیدم. حالا آقای نوری علا اسم بردید، خب چند ساله داره این کار میکنه. من زمانی که آمدم به پاریس سال 1983 حدود فکر میکنم 50 سازمان سلطنت طلب در پاریس بود و آقای بختیارم بود، دارو دسته خودش داشت، آقای سازمان مجاهدین هم بودن و همه گروه ها تو پاریس بودن چون شهر سیاسی هست و همه اینجا آمده بودن و اینها تمام با پول CIA میچرخید. البته آقای بختیار با پول صدام حسین و بقیه گروه های سلطنت طلب با پول CIA، یکیش هم آقای دکتر امینی نخست وزیر شاه که دفتر رضا پهلوی رو داشت با پول CIA میچرخید و بعد آقای گنجی آمد، ایشون هم یه مدت پول از CIA گرفتن و ترکیب شد. آقای گنجی که خودش میگه که ماهیانه میگرفتن و این دکتر امینی همونه که ترور شده، کشته شده توی فرانسه؟ نخیر دکتر امینی نخست وزیر شاه بود، علی امینی نخیر ایشون فوت کردن در فرانسه. اون صداشو شنیدم یه بار با شاه تلفنی صحبت میکنه. اونم نه صدای شاه هست نه صدای امینی، چون من صدای هر دوشون از نزدیک شنیدم، اونم درست کردن و واقعیت نداشت. عجب، به قول شما مثل که این دروغ گفتن و تقلب کردن و اینا خیلی رایج شده. امروز یه دوستی صحبت میکردم تو کارهای ادیتینگ هست و اینها، میگفت واقعا هستن که مثلا یه نفر میگه من از اوباما سیاستش خوشم میمد، اینو قطع میکنن اسم ترامپ رو میذارن بعد پخش میکنن و نمیدونم چجوری میشه به اصل این ماجراها پی برد. در هر صورت ممنون و متشکرم. یه دوستی سوال میکنه که وظیفه نیروها در بحرانها، اعتراضات بر اساس مصوبات و طرح‌های شورای امنیت چیست یا چگونه است؟ بیان می‌کنند اصل نیروها خسته می‌شوند، یعنی چه؟ خب این که خیلی ساده است، میگن اگه از صبح میان نیروها تا برن مسجد محل و یکی یکی را بیفتن، دیگه بعد از ظهر هم روز سردی هم هست خسته میشن میرن. این منم میتونم پاسخ بدم، ولی قسمت اولیش شما میخواین پاسخ بدین؟ وظیفه نیروها در بحرانها و اعتراضات بر اساس مصوبات و طرح‌های شورای امنیت چگونه است؟
من نمیدونم شورای امنیت طرح و اساسنامه ای داره برای تظاهرات مردم؟ من خیلی متوجه سوالشون نشدم. شورا اگر باشه که به مردم ابلاغ نمیکنه، بیرون نمیده نظراتشو، که اونو فقط به نیروهاش میده که چیکار بکنن، و برای مردم هم که اونا میگن اونجا که ممکنه تظاهرات نکنن، تو خونه هاشون باشن و بیرون نیان. من متوجه سوالشون نشدم، اگر بعد پرسیدن دقیق‌تر بتونم حتما. یعنی شما میگین اصلا معنی شورای امنیت یعنی شورای امنیت آخونداست؟ دوست عزیز لطف کن درست یه کمی صحیح تر بنویس که ما از خوندن نوشته شما متوجه بشیم منظورتون چیه. در صورت ممنونم از شما آقای شادانلو، من ساکت میشم. اگر شما صحبتی دارید بفرمایید. و اون ماجرای نامه هم اگه یه روزی آقای بنی صدر پاسخ دادن به اون نامه پیمان عارف، اگه لطف کنید پاسخش یا برای من بفرستید یا خودتون بخونید ببینیم نظر ایشون چی هست، اونم خوشحال میشم و ممنون. بفرمایید. بله ممنونم. نامه رو من اطلاع ندارم ایشون پاسخ میدن یا نمیدن، منتظر میمونیم. من نمیتونم از جانب ایشون صحبت بکنم. مسئله من در این مدت چون نزدیک انقلابم هست و خیلی از دوستان جوانان و مخصوصا گروه های سلطنت طلب شدیداً به ما حمله میکنن برای انقلابی که پیش آمد و اتفاقاتی که افتاد و به اینجا رسید، من لازم میدونم یک توضیحی بدم که واقعا اگر گوش بکنن این صحبتهایی که من میگم خیلی صادقانه و اگر تونستن پاسخ بدن نه با فحاشی. متاسفانه خیلی از این دوستان به محض اینکه صحبت از انقلاب میشه یا اتفاقات یا چاه با توهین برخورد میکنن. پاسخ توهین رو من نمیدم، ولی اگر سوالی بکنن و مؤدبانه 100% همه رو پاسخ خوبم بود. چرا من فکر میکنم که رهبری واقعی انقلاب شاه بوده. چرا این رو من میگم؟ به دلیل اینکه وقتی که در سال 1320 رضا شاه رو تبعیدش کردن، همون هایی که به قدرت رسوندنش و انگلیس در کودتایی که انجام دادن و ایشون به قدرت رسید، با ورود متفقین ایشون رو تصمیم گرفتن از ایران خارجش کنن و پسر ایشون رو به جای شاه بنشونن. خب الان یک کمی مسئله است که رضا شاه اگر اون آدمی بود که اینها میگن و اینقدر آدم وطن پرست خوبی بود و اون کارها هم کرده بود که البته یه مقدارش قابل قبول هست، ولی نه اینطور که اینها میگن، چرا از مملکتش رفت؟ شما فکر میکنید اگر تو یک منزلی یک باغی داشته باشید یک سری حمله کنن، شما امکان داره از در باغ بیه بگی خب من میرم، یا همونایی که حمله کردن شما رو بردارن ببرن، زن و بچه و تمام فامیل و همه رو بذارن و به اینا میگن برو، اینا میگه چش سرشو بندازه پایین بره. خب این که نیست، هیچ کسی من فکر نمی‌کنم یک آدم عاقلی همچین کاری بکنه، ولی چون ایشون دست نشانده انگلیس بود این کارو کرد و پسرشو به قدرت رسوند. خب پسر تا سال 1330 تقریبا یه 10 سالی هم حکومت کرد هم سلطنت کرد و مشغول بود. وقتی که آروم آروم وضعیت داخلی ایران داشت مشخص می شد و گروه های ملی حالا یا به فکر زمان مشروطیت افتادن یا به فکر این که یک کاری باید کرد از این وضعیت نجات پیدا کنن، اینا آروم آروم دور هم جمع شدن و حالا جبهه ملی و کسانی که هواداری از دکتر مصدق می کردن و ایشون رو به عنوان نماینده مجلس انتخاب کردن و مسئله نفت، ملی کردن صنعت نفت، که خب انگلیسی که خودش رضا شاه گذاشته بود و بعد این شاهو پادشاهی رسونده بود و صنعت نفت ما دست اونها بود، مسلماً که نمیخواستن این کار انجام بشه. خب مخالفت های بسیاری شد تا کار به جایی رسید که به اون کودتا انجام بود. یک سری این دوستان اونو قبول ندارن و میگن همچین چیزی نبوده، کودتایی در کار نبوده، آقای مصدق خواسته های زیادی داشته و طبق قانون هم و
قانون اساسی هم حق نداشته هم چیزایی را از شاه بخواد و شاه هم کار قانونی کرده. خب الان بعد از 40 سال شاید بیشتر 40 سال این رژیم هست، 50-60 سال اسناد امریکا آمده بیرون، هم انگلیس هم امریکا، و نشون میده که اینها کودتا کردن و 2 تا وزیر امور خارجه امریکا آمدن از مردم ایران پوزش خواستن. من نمیدونم این دوستان عزیز سلطنت طلب یا هوادار رژیم گذشته یا این جوان ها اینها رو نمیبینن، نمیخونن اینها رو و واقعیت ها رو بدونن که دوباره ما گرفتار همچین انقلابی نشیم. نمیدونم چطور میتونن اینها رو نادیده بگیرن و مرتب بگن که شاه رو امریکایی ها از ایران بردن، خمینی رو پول دادن بهش و کمکش کردن و این همه دروغ اینها درست بکنن به خاطر انقلاب. من فکر میکنم با دروغ ما به جایی نخواهیم رسید. ما اگر واقعیت ها رو قبول کنیم و روی اونها کار کنیم و سعی بکنیم دیگه اون مسائل پیش نیاد و تکرار نشه، میتونیم آینده درخشانی و آزادی داشته باشیم. و الا ما بخوایم هنوز راجع به اون مسائل صحبت کنیم و دروغ درست کنیم و تحویل جوانهامون بدیم، این آینده خوبی رو من پیش بینی نمی کنم. 2 گروه هستن که راجع به انقلاب دروغ میگن. یک عدهشون افرادی هستن که منفعت هایی داشتن در رژیم گذشته و یک سری فرزندان اونا بزرگ شدن و به اونا مرتب میگن. یک سری هم جوان هایی هستن که الان اصلا ندیدن اون رژیم رو و الان با این رژیم مقایسه میکنن. حالا چه اونهایی که قبل بودن از افراد رژیم گذشته چه اینها، من نمیدونم چرا با این رژیم مقایسه میکنید، چرا با کشورهای دیگه مقایسه نمیکنید. اون زمانی که شاه مردم رو به زور به دروازه تمدن بزرگ میخواست برسونه، اون تمدن آیا تمدن کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق و افغانستان بود یا اروپا بود؟ اگر میخواست به سوئیس و فرانسه و انگلیس و اینا برسونه، پس باید با اونا مقایسه بکنیم. امروز هم یک دوستی با من صحبت میکرد که شما چرا اون رژیم و اون موقع و شاه و با افراد با شخصیت ها و کشورهای منطقه مقایسه نمی کردی که ما یک سر و گردن بالاتر بودیم؟ گفتم دلیلی نداره، ما با این جمعیتی که بود، با این افراد تحصیل کرده ای که در ایران، با این هوش و ذکاوتی که ایرانی داشت، با اینا برای چی با اونها مقایسه بکنیم؟ ما باید با این طرف مقایسه کنیم که شاه تمام فکر و ذکرش این بود که میخواست ایرانو به اینجا برسونه. خب چیکار کردیشون وقتی که کودتا رو انجام داد؟ که کودتا همه اسنادش الان هست، مشخص هست که امریکا با کمک امریکا و انگلیس انجام شد و شاهی که فرار کرده بود رفته بود در ایتالیا، بعدش کردن و مصدق رو خانه نشین کردن و حالا یه دیدم کشتن، مثلا دکتر شهید، دکتر فاطمی. و بعد از این شاه باید حکومت میکرد و ساواک رو درست کرد و ساواک رو این همین رژیم انداخت به جون مردم و یواش یواش باید قدرت رو دست میگرفت، سندیکاها رو بس، احزاب رو بس، هر کاری که لازم بود، یعنی تمام فضای سیاسی ایران رو بس، یعنی کار را خودش به جایی رسون که بیاد بگه من مردم صدای انقلاب شما رو شنیدم، من اشتباه کردم، این اشتباه ها تکرار نمیشه، دزدی ها و فسادی که بوده. من نمیدونم این دوستان ما نگاه نمی کنن این ویدیو 3-4 دقیقه بیشتر نیست که شاه چجور التماس میکنه به مردم که منو ببخشید، من غلط کردم، من این کارا رو کردم، قول میدم دیگه نکنم. و انقلابو جلوشو نمیشه گرفت. الان یکی از دوستان میگه شما میتونستین به عنوان اصلاح طلب اون زمان جلوی انقلابو بگیرید. انقلاب وقتی راه افتاد دست شخص و رهبر نیست، کسی جلوشو نمیتونه بگیره. مگه شما میتونید 3-4 میلیون تو خیابون میان و اینها ناراضی هستن و از اون وضعیت و سیستم ناراضی بودن؟ انقلاب چیزی نیست که از خارج کسی بتونه بیاد. من نمیدونم چرا اینقدر دروغ میگن اینها. انقلاب در داخل به وجود آمده، مگر کسی میتونه از بیرون انقلاب بکنه؟ کودتا میشه کرد، حمله نظامی میشه کرد، گروه تروریستی میشه فرستاد، ولی انقلابی که یک جامعه، یک ملتی رو بلند بکنه، مگر امکان داره از خارج بشه؟ اونم اون زمانی که نه روزنامه به اون صورت بود، نه رادیو تلویزیون بود، نه این ارتباط جمعی امروز وجود داشت. چطور در تمام ایران مردم آمدن بیرون و یک صدا گفتن شاه رو نمیخوایم؟ حالا
اگر شاه میفهمه، ما نمیگیم 100 درصد کار خوبی بوده، ولی مجبور کرد شاه مردمو. شاه ببینید وقتی حزب رو میبنده و حزب رستاخیز درست میکنه و میاد توی تلویزیون به مردم میگه که مردم من این حزب رو درست کردم، بیاین توی این حزب، همه باید بیان در حزب، هر کیم نمیخواد بیاد پاسپورتشو بگیره از ایران بره بیرون. شما این حرفو یک رئیس جمهور، یک وزیر، یک نفری که سرکاره اینجا تو این کشور رو به یکی بزنه، فردا به عصرش نمیرسه اون طرف رو پدرشو در میارن. آخه مگه میشه شاه مملکت به مردمش بگه یا بیان اینجا یا پاسپورت بگیرین از ایران برید بیرون؟ خب تمام این کارا رو کرد فشار. و یا میگن که شاه با این مجاهدین و شریکای فدایی چیکار باید میکرد؟ میگم اینا رو کی به وجود آورده غیر از اینی که شاه و سیستم شاه اینا رو به وجود آورد؟ اگر احزاب در ایران آزاد بودن، اگر میتونستن فعالیت کنن، اگر میتونستن حرفشون رو بزنن، چرا اسلحه بگیرن و برن زیر زمینی بشن؟ شما همه چی رو بستید و همه چی رو خراب کردید جز مساجد و روحانیت رو. سازمان اوقاف درست کردید و چسبیدید به روحانیت، چون خودتونم خود شاه هم مذهبی بود و اعتقاد خرافاتی داشت، کاری کرد که خودش انقلاب وجود آورد. یعنی شما دیدید وقتی که سال 57 شروع شد این روحانیت چیکار کردن و بعد از اون و انقلابو ما تا زمانی قبل، یعنی من شخصا و فکر میکنم اونایی که انقلاب کردن واقعا و انقلابو قبول دارن، ما تا پیروزی انقلاب انقلابو قبول داریم. تا زمانی که آقای خمینی 25 بهمن ماه اون چهار امیر ارتشو نکشته بود، تا اون موقع انقلاب بود، ولی از اون بعد شد ضد انقلاب. آقای خمینی حق نداشت کسی رو بکشه، کاری نبود، طبق صحبت هایی که در پاریس کرد. متاسفانه ایشون به قول خودش خودعه کرد، نیرنگ زد، حق بازی کرد، خیانت کرد به مردم و به یک جامعه بزرگ و به دنیا، جلوی دنیا دروغ گفت ایشون و گفت من بیام ایران. از خبرنگار فرانسوی داشت پرسید که شاه آقای خمینی ایران جمهوری اسلامی که میگین چجور جمهوری است؟ گفت عین فرانسه، فقط یه اسلامی پشتش هست. همین ما هم که میریم تو حوزه ها میچینیم، احزاب همه آزادن، کمونیست هم آزادن، خانم ها ما کاری با حجاب خانم ها. بس خیلی صحبت های قشنگی که به خاطر اون مردم انقلاب کردن و ایشون رو رهبر انقلاب انتخاب کردن. من نمیدونم این آقایون، این دوستان، این همتان عزیز فکر نمی کنن مگر ممکن هست یک نفر که اون شرایط رو در رژیم شاه داشت که اصلا قابل مقایسه با این رژیم نیست، اونجا انقلاب بکنه، شاهو بیرون کنه که به این وضعیت بیفته؟ آقا هیچ عقل عاقلی و فکر سالمی همچه فکری میتونه بکنه که ما الان به ما ایراد میگیرن آقا این جمهوری رو شما میخواستین، این جمهوری اسلامی؟ خب اگر آقای خمینی گفته بود و این روحانیت که ما میخواییم بیاییم ایران، پدر همتون رو در بیاریم، همه چی هم در اختیار ما باشه، شورای نگهبان درست کنیم، اجازه ندیم یکتون بیاییم، کسی انقلاب میکرد؟ خب اینها واقعیت هایی که من نمیدونم چرا این دوستان اصرار دارن توهین کنن به کسانی که انقلاب کردن. من به عنوان یک نفر فرد ایرانی که در انقلاب شرکت داشته، زحمت کشیدم حدود یک سال، افتخار میکنم به اون انقلاب و ادامه دارم میدم انقلابو که انشاءالله بعد از سقوط این رژیم بتونیم خواسته های اون انقلابو و خواسته های انقلاب مشروطیت برقرار کنیم در آزادی و در دموکراسی. ولی سخنم به این دوستان این هست، به جای توهین کردن، به جای دروغ درست کردن صبح تا شب راجع به رژیم خودتون، رژیم گذشته و این چیزی که بوده رو بیاین چیزی که نبوده اعلام بکنید و ماها رو مقصر بدونیم، مقصر اصلی رو بدونید کی هست تا ما دوباره گرفتار نشیم. درست من امروز باز به یکی میفتم، شما فکر کنید الان این رژیم آیا هیچ راهی برای مردم به جز انقلاب گذاشته؟ میگم دیروز آقای خامنه‌ای صحبت کرده، اصلا صحبتی از انقلاب نمی کنه. یعنی تا جایی باید بره که بیان در خونه خیرش رو بگیرن، بعد اونجا بگید بله من صدای انقلاب شما رو شنیدم. خب مگر میشه اینو نمیتونیم الان ما ببینیم و نمیتونیم باور کنیم که اون رژیم درسته نه مثل اینها جنایتکار بود، نه اینقدر خیانت کرده بود، همه اینا درست، ولی ایرادی داشت که یک جامعه، یک ملتی بلند شد و انقلاب کرد. الان هم همونه، هرچی الان به گوش اینها بخونی، به اصلاح طلبای متاسفانه خیانتکار بگی، آقا اصلاح پذیر نیست رژیم ولایت فقیه، اصلاح پذیر نیست،
و ول کنید و بذارید مردم آزاد باشن، بذارید انتخاب کنن. مگر اون زمان آقای خمینی نگفت پدران ما چه حقی داشتن برای ما دولت تعیین کنن و برای ما انتخاب کنن؟ خب همینو الان انجام بدید، نذارید که از هم بپاشه کشور دوباره مثل همون سال 57 بشه و همه چی شیرازه، همه چی ارتش و ادارات و همه از هم بپاشه. اجازه بدید مردم بیان حرفشون رو بزنن، اجازه بدید مردم انتخاب کنن. مطمئن باشین مردم ما مردم خوبی هستن، بخشش بسیار اهل بخشش و گذشت هستن. کسانی که جنایت و خیانت کردن دادگاه ها وضعیتشون رو مشخص میکنه. قرار نیست ما یا کسانی که دارن به ایران میخوان برن و انشاءالله بعد از پیروزی آخونده را به تیر چراغور آویزون کنن یا پاپستار بکشن همچین حقی فکر نمیکنم کسی داشته باشه یا بخوان کسانی که واقعا به دنبال استقلال و آزادی هستن. باید اینها رو ما بدونیم و بازم بگیم من تا زمانی که میتونم دفاع میکنم از اون انقلاب، ولی عرض کردم انقلاب تا رو 25 بهمن 57، چون بعد از اون من خودم ضد همین انقلاب و این انقلاب نه ضد این روحانیتی شدم که با خودعه و نیرنگ و دروغ آمدن و همه چی رو گرفتن. البته این هم ناگفته نماند که مسئله گروگانگیری و مسئله جنگ باعث تثبیت اینا شد. اگر گروگانگیری انجام نمیشد که متاسفانه به وسیله امریکا در امریکا تعریضی شد و خانواده پهلوی هم دست داشتن در این، اسنادش الان بیرون آمده، و بعد جنگی که امریکا با چراغ سبزی که به صدام حسین داد و متاسفانه باز آقای بختیاری که یه عده ایشونو باز مثل اون شاه آدم پاک و سالم و وطن پرستی میدونن که رفت عراق با صدام حسین صحبت کرد که شما میتونی حمله کنی به ایران، نیروهای نظامی ایران الان کاری نمیتونن بکنن، یا در زندانن یا کشته شدن، یا اینکه انقدر وضعیت رژیم به هم ریخته شما یک هفته ای تا تهران میتونه بری. تشویقش کردن صدام حسین و 50 میلیون دلار هم از ایشون پول قرض گرفتن و آوردن فرانسه. اگر این اتفاقات نبود و اگر کودتای 60 به پشتیبانی امریکا و ریگان و روحانیت آقای خمینی، خامنه‌ای، رفسنجانی و بهشتی انجام نمی‌شد و بنی‌صدر رو کنار نمی‌ذاشتم، همون جنگ همون 4 ماه اول تموم شده بود و این رژیم نمی‌تونست ادامه پیدا تا الان جنایت‌ها و خیانت‌هاش. من بله، من طرفدار انقلابم، ولی الان یک براندازم، ولی انقلاب تا 25 بهمن 57. بسیار ممنونم از شما دوستان عزیز. اگر خواستید با آقای شادانلو تماس بگیرید، این فیسبوکشون رو یه بار دیگه اینجا نشون میدم، جهان شادانلو، و تا اونجایی که من خبر دارم ایشون خیلی هم به اصطلاح پاسخ میدن و همونجوری که گفتن اگه کسی توهین کنه هیچ پاسخی نمیدن، ولی اگه کسی سوالی داشته باشه یا نظری داشته باشه با کمال میل پاسخ میدن. این عکس نشست یا کنفرانس 17 رو هم من نشون دادم. خود من یه سوال دارم، چون شنیدم گهگاه این ور اونور میگن جمهوری ایرانی، اینجا هم دیدم نوشته استقلال، آزادی، جمهوری ایران. این یعنی چی؟ مگه ما جمهوری چند رقم میدونم؟ بله جمهوری فدرال داریم، جمهوری دموکراتیک داریم، ولی چرا اینها به قول معروف جمهوری ایران رو به عنوان یکی از سه تا قسمت این به اصطلاح نشست یا چیز نوشتن؟ منظورشون چیه؟ شما میدونید؟ دقیقا نه، ولی صحبت سر این است که یعنی دوستان جمهوری خواه که صحبت کردن، بعضی هم گفتن جمهوری فقط، بعضی هم گفتن جمهوری ایران. البته جمهوری ایران خب مسلمه وقتی در اونجا باشه مال ایرانه، جای دیگه نیستش، ولی فکر نمی کنم چیز خاصی باشه. جمهوری باید باشه، البته خواست مردم هست. اگر فردا ان شاء الله ایران آزاد شد و این رژیم سقوط کرد، باید رفراندومی بشه، باید تمام گزینه‌ها باشه، نه مثل آقای خمینی که یک آره یا نه به جمهوری اسلامی که مثل یک هندوانه در بسته بود و وقتی باز شد این فساد و وحشت و جنایت رو توش ما پیدا کردیم. متاسفانه باید همه گزینه‌ها باشه، مردم انتخاب کنن. هر کس رأی آورد، همه یک رأی دارن و هر کسی که رأی آورد باید به رأی مردم و اکثریت احترام بگذاره و در خدمت کشورش باشه.
بسیار ممنون. آیا خبر دارین که این برنامه به صورت زنده پخش میشه یا اگه نمیشه ضبط میکنن؟ اگه بتونید برای ما بفرستید یا اگه زنده پخش میشه، اگه دوستانی که دستن در کار هستن مایل باشن از تلویزیون مردم هم پخش بشه، تماس بگیرن و یه به اصطلاح ترتیبی داده بشه. میدونید که اونایی که برنامه گذار هستن برنامهشون چیه، میخوان که زنده پخش بشه یا نه؟ چون بعضی وقتا میگن اگر بگیم زنده پخش میشه، افراد میگن حالا ما تو سرما با اوبان و اشتراسوبان بریم برای چی؟ خب میشینیم از تلویزیون نگاه میکنیم. متاسفانه این یک عیبش هست. ولی بعضی ها میگن این برنامه رو ضبط میکنیم برای اونایی که کشورهای دیگه هستن یا امکان نتونستن بیان، بعدن پخش میکنیم. این رو هم خبر بدید ممنون میشم، یا الان بفهمم. بله نه اولا به نظر من بهتر است کسانی که میتونن تشریف بیارن، به دلیل اینکه بعد از سخنرانی این چهار هموطن عزیز، چهار شخصیت ایرانی، پرسش و پاسخ هست. هر کسی میتونه هر سوالی داره سوال بکنه و همونجا پاسخ بگیره. و بله مستقیم از طریق فیسبوک و اینها پخش میشه و حتما ضبط هم خواهد شد. من سعی میکنم که اگر شد برای شما از همون به مستقیم ارسال کنم که مستقیم روی تلویزیون باشه و بقیه دوستان هم نظر من اگر باشن در اونجا و هر سوالی دارن. ما یک ایراد دیگه که من به این دوستان سلطنت طلب میگیرم این هست که اگر باز واقعا نمیخوام من از کسی مثلا بد بگم یا اینکه نظر خاصی داشته باشم، ولی اینکه تنها گروهی که اپوزیسیون خودشون میدونه مجاهدین، در تمام این 40 سالی که بیرون هستن یک بار نه مصاحبه کردن و نه با یک نفر ایرانی، اینها خانم مریم رجوی چون موقع آقای مسعود رجوی بودن ملاقات نکردن، مصاحبه نکردن، پاسخگو نبودن. تا صدام حسین بود که زیر چتر پدرشون اونجا بودن و حقوق میگرفتن، وقتی هم که به خاطر آمدن یا الان سناتورهای مفخور امریکایی. بعد از اونها آقای رضای پهلوی، من از اینجا اعلام میکنم ایشون قبول بکنن یک مصاحبه مطبوعاتی بذارن مثل همین سخنرانی و بیان پاسخگوی مردم باشن، به نظر من بهتر میشه همکاری کرد، میشه نزدیک شد، میشه وقتی سوالها رو ایشون پاسخ بده خیلی چیزا برای مردم مشخص میشه. ایشون تا امروز در این 40 سال حاضر نشدن این کار رو انجام بدن. هر کجا بوده، یا تلویزیون بوده ایشون صحبت کرده، یا پرسش هایی که چیده شده بوده از قبل مشخص بوده، ولی این سمینارها رو که میبینید یا این نشست ها همیشه بوده. جمهوری خواه ها و وطن پرست های ملی آقای بنی‌صدر 30 سال این کار رو دارن میکنن و در هر شهر و کشوری میرن و مردم میان هر سوالی دارن انجام میدن. چرا آقای رضا پهلوی که الان به محصی که شلوغ میشه هر بار میاد ایشون 4 تا مصاحبه 4 تا تلویزیون میبرنش به خاطر امکاناتی یا شناختی که از ایشون دارن، یک سری حرف میزنه، به محصی که ساکت میشه میره میشینه دوباره خونه ایشون تا دوباره دفعه بعد. خب شما هم یک برنامه بذارید، یک شخصی، من به عنوان یک ایرانی یا هزاران ایرانی دیگه میخوان بیان توی یک سالن بشینن به سخنهای شما گوش بکنن و بعد از شما پرسش و پاسخ انجام بشه. شما اگر این کارو کردین به نظر من اون وقت میتونید که فکر کنید که در آینده ایران نقشی دارید. من خاطرم هست ایشون چند بار به پاریس آمدن، هر بار که صحبت بود که نشست هست از قبل باید مشخص میشده، به پلیس اطلاع داده میشده، به یک سری از سلطنت طلبای بسیار طرفدار ایشون اونها اعلام میکردن که این جلسه است. اونها به افرادی که میخواستن میگفتن، کارتای شناساییشون رو میگرفتن به پلیس اعلام میکردن و بعد میتونستن برن تو اون جلسه بشینن فقط و گوش کنن. یعنی بره ایشون مثل حالا صحبت بکنن و مردم گوش بدن بعدم بلنشن برن، مثل خب یک آخون بره روی منبر صحبت کنه مردم هم زارزار گریه کنن یا خوشحال بشن. بله ممنونم، امیدوارم به پیشنهاد شما گوش کنن و شاید سرکله ایشون تو کلنم پیدا بشه. از کجا میدونید بعضی وقتا دعوت میکنن دوستان. بله ما امیدوار هستیم قبول بکنن ایشون بیان یک جلسه بذارن، چه در آلمان چه در فرانسه. من خودم حاضرم خیلی کاراشو انجام بدم،
و ایشون بیان بشینن تا صحبت کنیم و بعد ببینیم که آیا میشه نشست با این گروه، با افراد مشروط آیا سلطنت طلب کاری کرد و مردم خودشون قضاوت میکنن. من خواهش میکنم از دوستانی که اطراف ایشون هستن و ایشون حالا احتمالاً حتما میشنون صدا رو میبینن، تو سالها گفته شده و اینو بشنون و پاسخ بدن، و چون خیلی تلویزیون ها هست که ازشون درخواست کردن برن بشینن صحبت کنن یا جلسه باشه، حاضر نیستن. چون من فکر میکنم که وحشت اینو دارن که با واقعیت ها و با مردم روبرو بشن و نتونن پاسخ های مردم رو بدن. فقط میتونه این باشه. در صورتی که میگم 20 30 ساله 40 ساله میگن بنی صدر خائن، کردستان رو به خاک کشیده، گفته چکماتون رو در نیاره، یه زن اشعه داره، دانشگاه و بسته و هزاران صحبت دیگه، و ایشون 40 ساله در تمام کشورها میرن و با مردم برخورد میکنن و توضیح میدن و میگن و مشخص شد در آن دیگه کی راست میگه کی دروغ میگه. ما خواهش میکنیم که این دوستان هم این کار رو انجام بدن، انشاءالله بتونه یک همبستگی به وجود بیاد. بسیار ممنون، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. شما دوشنبه هم با ما هستید یا میخواین بعدا به من خبر بدید؟ من بهتون اطلاع میدم. بسیار عالی. دوستان عزیز، با آقای جهانگیر شادانلو بودیم. من فیسبوک ایشون رو هم یه بار دیگه نشون میدم، اگر سوالی دارید، پرسشی دارید یا نظری دارید با ایشون مطرح کنید، و امیدوارم که همینجوری که ایشون هم گفتن بتونیم با هم دوستانه صحبت کنیم، حتی اگر مخالف عقاید هم دیگه باشیم. بله، ممنونم و شب شما و بینندگان محترم بخیر. انشاءالله احتمالاً دوشنبه خواهم آمد، راجع به همون مسئله ترور در ترکیه صحبت خواهم کرد. بسیار عالی، خیلی ممنون. ممنون از شما، شب همگی بخیر. خیلی ممنون.